سر خبرهای سینمایی. گزارش سینمایی امشب بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم کمدی خواهران با شرکت تینافی و ایمی پاولر که اکران سراسریش از همین جمعه در آمریکا و بریتانیا شروع میشه. Hey girl! Hey! Sister reunion! در کمدی خواهرها ایمی پولر و تینا فی دو ستاره موفق تلویزیونی نقش خواهران 40 چند ساله‌ای رو بازی میکنند که وقتی میشنوند پدر مادر قصد فروش خانه قدیمی در اورلاندو فلوریدا رو دارند تصمیم میگیرند بازگردند برای برپا کردن آخرین مهمانی بزرگ در اون خانه. برخلاف معمول تینا فی اینجا نقش خواهر مشنگتر رو بازی میکند. My friend Paula Pell, Amy's friend Paula Pell, who's the screenwriter of this movie. بازیگر و تهیه کننده فیلم تینا فی میگوید سناریست پاولا پل ایده این فیلم رو از رابطه کودکی خودش با خواهرش برداشته که با خود او خیلی فرق داشت. فیلم خواهرها ژانر فیلم‌های برومنس یا عشق برادرانه رو دنبال می‌کند که بیشتر اونها از تکه پرانی‌های فیلبدایی و هنرپیشه‌های محبوب تلویزیون به وجود آمده‌اند. اما فیلم خواهرها هرچند یک کمدی مشنگ و پرده‌دار است، ولی به قول منتقد دن کلهن فیلمی خوشقلب و گرم و انسانی از آب درآمده. سناریست پاولا پل که در نوشتن کمدی زنده شنبه شب‌های تلویزیون NBC تجربه کسب کرده، یادآور می‌شود که تینا فی و ایمی پولر مثل خواهرهای دوقلو هستند، چون قبل از به شهرت رسیدن با هم دوست بودند و سال‌ها در کنار هم در تلویزیون و فیلم‌های مختلف کار کرده‌اند. همکاران سابق این دو ستاره در نمایش‌های تلویزیونی برای ایفای نقش‌های جانبی این فیلم گرد هم آمدند و اکثر منتقدها اهمیت کار هنرپیشه‌های نقش‌های جانبی رو در موفقیت فیلم خواهرها از کار دو هنرپیشه اصلی کمتر نمی‌دانند. مرسی بهنام برای گزارش. بهنام، اما آیا فیلم‌های سینمایی ستاره‌های کمدی‌های تلویزیونی مثل این شبیه کارهای تلویزیونیشون در نمیاد یا حداقل تا حالا اینطوری نبوده؟ درست است و یه دلیل عمده که فیلم خواهرها داره نقدهای تحسین‌آمیز و خوب میگیره از منتقدها هم در همین هست. معمولاً کمدی‌های نمایش‌های کوتاه تلویزیونی از نوعی که برنامه زنده شنبه شب‌های تلویزیون NBC بیش از 40 سال هست که داره تحویل میده، به بداهه‌سازی خیلی علاقه دارن و ساختن لحظه‌های کمدی با یه طرح کلی شخصیت‌هایی که به وجود میارن. این باعث میشه که فیلم‌های بیشماری که این هنرمندای ساتردی نایت لایو تو سینما درست کردن مجموعی از طرح‌های نمایشی اغلب عجولانه باشه که بدون توجه به یه خط قصه منسجم دنبال هم قرار می‌گیرن. فیلم خواهرها البته غیر از این نیست، زیرا سناریست اون پاولا پل از همون جا، یعنی برنامه زنده شنبه شب‌ها میاد. اما داستان این فیلم طوری هست که بعد از مقدماتی در مورد تصمیم پدر مادر و معرفی شخصیت‌های متفاوت دو خواهر، ما رو میاره به این مهمونی بزرگ دور استخر اون خونه فلوریدا، پر از مسبازی و صحنه‌های کمدی بین شخصیت‌هایی که مثلا از کودکی و دوره دبیرستان اونها رو می‌شناختن، عشق‌های قدیم و دشمن‌های قدیم، به خصوص یه دشمن قدیم با بازی مایا رودولف هست که خیلی جذاب از آب در اومده. این پارتی چارچوبی به وجود آورده برای طرح‌های کمدی که به خاطر جمع بودن در یک جا و داشتن به اصطلاح بهانه و شأن نزول دیگه پراکنده و سرسری جلوه نمی‌کنه. بهنام، اشاره کردی به تغییر نقش ها به خصوص درباره این دو بازیگر اصلی، چطوری توی فیلم جا افتاده؟ تو فیلم های قبلی مثل بیبی ماما که تینا فی خودش سناریوشو نوشته بود و تهیه کرد و خیلی کارهای مشترک دیگه این دو بازیگر، تینا فی همیشه نقش زن عاقل و مسئول و سرکاربرو رو بازی میکنه در برابر دوست مشنگ و خارج از کنترل ایمی پولر نقششو بازی میکنه. تو فیلم خواهر این نقشا برعکس شده. پولر خواهر جدی، صاحب شغل و زن نیکوکاری است که به مستمندان کمک میکنه، در حالی که تینا فی آرایشگری است که به خاطر عصبیت و عدم تعادل روانی هیچ جایی در شغلی دوام نمیاره و برگشته به خونه پدری که حالا البته با مشکل فروش رفتن اون خونه مواجه میشه. به قول منتقد هفته نامه ورایتی، در فیلم خواهرها این تغییر نقش‌ها با کاستی های هر دو خواهر در برخوردهای اجتماعی مخلوط شده و روابط اونها با آدم ها رو خنده دار میکنه. منتقدها در کل انسجام کار سناریست و کارگردان این فیلم
رو، به خصوص در مقایسه با فیلم‌های مشابه کمدین‌های مرد که سرمشق این فیلم بوده تحسین کردن. حالا یونیورسال این فیلم رو گذاشته در مقابل جنگ ستارگان به عنوان یه برنامه غیر متعارف برای اونها که انتظار بازگشت جنگ ستارگان رو نمی‌کشن، در حالی که برای تماشاگران بزرگسال این روزها کمتر فیلم ساخته میشه. منتقدها برای خواهرها حتی موفقیت نسبی در گیشه هم پیش بینی کردن. مرسی بهنام، حرف از جنگ ستارگان شد. منتظر گزارش سینمایی فردا در مورد این فیلم هستیم. ممنون از اینکه با ما بودید. آره ببینیم منتقدها چی میگن. بله مرسی.